اقدام های ضد اسلامی علیه مسلمانان تنها به اقدام های فیزیکی محدود نمی شود بلکه در فضای مجازی و به صورت آنلاین نیز علیه مسلمانان در اروپا اقدامهای زیادی رخ می دهد به همین منظور شورای اتحادیه اروپا در نظر دارد راه مقابله با نفرت آنلاین علیه مسلمانان را بررسی کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مسلمانان در سراسر اروپا این روزها سخنان ناشی از نفرت تهدیدها و حملات فیزیکی را بیش از پیش تجربه می کنند و به همین دلیل شورای اتحادیه اروپا که سازمان حقوق بشری در این قاره است اقداماتی برای مقابله با این گونه حملات را مورد بررسی و بحث قرار داده است دانیل هولتگن نماینده ویژه شورای اروپا در امور نفرت علیه مسلمانان در این باره می گوید این پدیده فقط ویژه کشورهایی مانند آلمان نیست ما گزارش های انجامن های اسلامی در هشت کشور اروپایی را پیگیری کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم نفرت علیه مسلمانان در این کشورها به ویژه به شیوه آنلاین به سطح هشدار رسیده است هالکن میگوید قربانیان نفرت و تهدیدهای آنلاین را درست مانند تبعیض روزمره و حملات لفظی در خیابانها توصیف می کنند. سخنان خشن و بیرحمانه تهدیدهای آشکار فیزیکی و خشونت های نجات پرستانه همه به واقعیت های زندگی روزمره مسلمانان تبدیل شده است نماینده ویژه شورای اروپا در امور نفرت علیه مسلمانان تاکید کرد که این اقدامات جنایتکارانه است و هیچ ارتباطی با حق آزادی بیان ندارد وی میگوید اکثر سخنان نفرت انگیز گزارش نمی شوند. زیرا قربانیان یا نمیدانند که به چه کسی گزارش دهند یا اعتقاد دارند که گزارش دادن آن بیمنی است و در واقع تغییری ایجاد نمی کند اکثر پیام ها به صورت ناشناس ارسال می شود و این به کاربران امکان می دهد بدون ترس از پیامت های واقعی نظرات نجات پرستانه و حتی خطرناک را ارسال کنند به گفته نماینده ویژه شورای اروپا در امور نفرت علیه مسلمانان اولین قدم برای کنترل بهتر این شرایط اواخر سال گذشته با قانون اتحادیه اروپا انجام شده که بر اساس آن سیستم عامل های آنلاین مسئول محتوای درد شده در شبکه های اجتماعی هستند و باید پاسخگو باشند.